صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، به خدمت شما هستم از قسمت دیگر از برنامه رهنمود سنت. موضوع برنامه ما همچنان که در برنامه های گذشته هم بود، موضوع بحث توسل هست، توسل به اسماء الهی و توسل به اعمال صالحه را در برنامه های گذشته به خدمت شما عزیزان که از انواع توسل مشروع هست بیان کردم. در این قسمت می خواهم در مورد توسل به دعای برادر مسلمان و دعای شخص زنده، شخص صالح، نبی، پیامبر و صالح باشه، به خدمت شما عزیزان مطالب را بیان می کنم انشاءالله که عزیزان مستفید بشوند. بله عزیزان، یکی دیگه از انواع توسل شرعی و مشروع که از دیدگاه شرع رد نیست و جایز هست، همانا توسل این است که انسان به دعای شخص صالحی، به دعای پیامبری در واقع خودش را به الله سبحانه و تعالی نزدیک می کند و تقرب می جوید. می گوید که او برای او دعا بکند، این شخص صالح و شخص پیامبر برای او دعا بکند، با وجودی که این شخص زنده هست، حالا و در حضورش هست، زنده هست و در حضورش هست، غایب نیست. در این مورد هم آیاتی در قرآن عظیم الشان وجود داره. ببینیم که اشاره به این داره که این عمل مشروع هست و از دیدگاه قرآن عظیم الشان و احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم رد نیست. دلیل اول در قرآن عظیم الشان آیه 64 سوره مبارکه نساء است که الله تعالی می فرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. الله می فرماید ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به دستور خداوند باید اطاعت بشود، باید پیروی بشود، این پیامبر باید پیروی بشود. بعد الله سبحانه و تعالی در ادامه این آیه مبارکه اشاره به این می کند و می فرماید ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. الله می فرماید اگر اینها زمانی که بر خود ظلم کردند و زمانی که بر خود ستم کردند، جاءو که اگر بدان انگام آنها ای پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد تو می آمدند، فاستغفر الله و از الله جل جلاله طلب استغفار می کردند، از الله متعال عفو می خواستند و از الله جل جلاله مغفرت می خواستند، می گفتند ای الله ما را ببخش، و استغفر لهم الرسول و پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ایشان استغفار می کرد، پیامبر علیه الصلاه و السلام هم از الله جل جلاله طلب مغفرت می کرد و می گفت ای الله آنها را ببخش، لوجد الله تواب الرحیم و آنها الله جل جلاله را آمرزنده و مهربان می یافتند و الله سبحانه و تعالی آنها را عفو می کرد و گناهان ایشان را می بخشید و توبه آنها را میپذیرفت. حالا توسل به دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم. اینجا بحث وقتی که الله جل جلاله میگه واستغفر لهم الرسول، به این معنا نیست که ما به ذات پیامبر صلی الله علیه و سلم توسل بجوییم،
بلکه منظور به دعای پیامبر هست. می آمدن و می گفتن ای رسول خدا برای ما دعا بکن که الله سبحانه و تعالی ما را ببخشد. این آیه مبارکه برای ما این را نشان می دهد. باز الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه اشاره از زمان گذشته می کند. اذ ظلمو، اذ برای زمان گذشته استفاده می شود. اینجا اذا ظلمو نیست که برای آینده و برای مستقبل استفاده بشود، که ما بگوییم برای آینده هم می شود، مثل که اهل بدعت می گویند که برای آینده هم می شود بروید به نزد پیامبر و بگویید در نزد قبر پیامبر بگید ای الله، ای پیامبر دعا کن برای ما که الله ما را ببخشد، دعا کن که الله سبحانه و تعالی این گونه کند و آن گونه کند. این اذ برای زمان گذشته هست، برای گذشته استفاده می شود. الله سبحانه و تعالی می فرماید این منافقینه که نفاق دارند، این انسانهایی که از دستور پیامبر علیه السلام سرپیچی کردند، اگر اینها زمانی که بر خود ظلم کرده بودند، اینها می آمدند از خداوند جل جلاله استغفار می کردند، می گفتند ای الله ما را ببخش و از پیامبر صلی الله علیه و سلم طلب دعای خیر می کردند، طلب این می کردند که ای پیامبر برای ما دعا کن که خداوند جل جلاله ما را ببخشد، این در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم هست و در زمان گذشته هست، الله تعالی جل جلاله را تواب، توبه پذیر و مهربان می آفتند. ای اهل بدعت، شما کجا هستید؟ به کدام وادی هستید؟ به کدام وادی متحیر و سرگردان و گمراه هستید؟ این آیه چی ربطی به توسل این زمان دارد که شما بروید در نزد قبر پیامبر علیه السلام از پیامبر علیه السلام تقاضا کنید که ای پیامبر تو از الله بخواه که ما این مشکل ما حل شود یا گناهان ما بخشیده شود؟ خب به هر صورت چون بحث ما فعلا بحث توسل مشروع هست به این موضوع مفصل نمی پردازیم، ولی بر خودم لازم می دانم که هرگاه این آیات خوانده میشه معنای واقعی این آیات رو به خدمت شنوندگان گرامی و به خدمت بینندگان عزیز بیان بکنم، تا اینکه بینندگان عزیز بدانند که موضوع از چی قرار است و فریب اهل بدعت را نخورند. این آیه مبارکه سوره نساء آیت 64 سوره مبارکه نساء هست و همچنان در سوره مبارکه یوسف وقتی که الله سبحانه و تعالی از برادران یوسف و پدر یوسف، بعد از این که پدر یوسف با خبر شد و برادران یوسف گفتند که ما با یوسف ظلم کردیم و او را داخل چاه انداختیم و این ظلم و آن ظلم را در حق او روا داشتیم، این پسران حضرت یعقوب علیه السلام و برادران یوسف علیه السلام آمدن پیش پدر خود و چی گفتن؟ گفتن یا ابانا، ای پدر ما، استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، طلب بکن از الله جل جلاله، طلب مغفرت بکن برای ما، چرا که ما گناهکار هستیم، ما گناهکار هستیم، ما گناه انجام دادیم، برای یوسف ظلم کردیم، برای تو ظلم کردیم، تو را اینقدر منتظر نگه داشتیم، برای تو دروغ گفتیم، ای پدر از الله برای ما طلب مغفرت بکن که الله سبحانه و تعالی ما را بیامرزد، ما را ببخشد. حضرت یعقوب علیه السلام چی گفت؟ قال، گفت حضرت یعقوب علیه السلام سوف استغفر لکم، من انشاءالله برای شما طلب مغفرت خواهم کرد. استغفر لکم ربی، نه این که من خودم میبخشم، استغفر لکم ربی، حق خود را خوب حضرت یعقوب علیه السلام گفته میبخشم، حالا میخواه از الله متعال طلب مغفرت بکنه، ای الله این فرزندان من را بیامرز. انه هو الغفور الرحیم، آرینه پروردگار سبحانه و تعالی غفور هست، بخشاینده هست و خداوند جل جلاله مهربان است، الله میبخشد و الله مهربان است. هم توسل به اسماء الهی هست و هم توسل فرزندان حضرت یعقوب و برادران یوسف علیه السلام به کیست؟ به دعای پدرشان، نه به ذات پدرشان. اینو توجه داشته باشید، فرق است میان این که انسان به ذات شخص توسل بجویه و این که به دعای شخص توسل بجویه. حضرت یعقوب علیه السلام میگه که من سوف استغفر لکم ربی، من از الله برای شما طلب مغفرت میکنم. اهل بدعت از این آیه هم استدلال غلط می کنند، استدلال بیجا می کنند، می گویند اشکال نداره ما برویم نزد قبر، برویم نزد مردگان و از آنها طلب مغفرت بکنیم. نمی بینیم مگر در قرآن وجود نداره؟ منطق قرآنی است؟
حضرت یعقوب علیه السلام، فرزندان حضرت یعقوب به حضرت یعقوب علیه السلام توسل میجویند. ای انسان عاقل، ای انسانی که دارای عقل هستی و خودت را عاقل میدانی، این چی ربطی دارد به این موضوع؟ اولا حضرت یعقوب علیه السلام زنده هست، ثانیا اینها به ذات حضرت یعقوب توسل نجستند، به دعای پیامبر خود توسل جستند. حضرت یعقوب پیامبر آنها بود، با وجود اینکه پدرشان بود، هم پدرشان بود هم پیامبرشان بود، به دعای او توسل جستند. این شخص زنده هست، حضرت یعقوب هنوز فوت نکرده که از برن نزد قبر حضرت یعقوب و از حضرت یعقوب علیه السلام همچون دعای بکنن. این قیاس مع الفارق است، قیاس بی جایی است، ربطی به این موضوع ندارد. پس ای مسلمانان، چشم و گوشتان را باز کنید و فریب این انسانهای دجال و کذاب را نخورید که برای شما دروغ میگویند و شما را به سوی شرک و بدعت فرا میخوانند. بحث ما کجاست؟ بحث ما این است که انسان میتواند به دعای شخص صالح، به دعای پیامبری توسل بجوید و از او بخواهد که در حق او دعا بکنند، اشکال ندارد. این در قرآن کریم، در قرآن کریم این دلیل واضح و دلیل کاملا روشن است، آشکار است که دلالت بر این میکنه که انسان میتواند به دعای شخص صالحی و دعای پیامبری، ما همچنان که ما در قبلا گفتیم به دعای پیامبر ما علیه السلام طبقی که خداوند جل جلاله اشاره به آن کرد، و همچنان به دعای حضرت یعقوب علیه السلام که یکی دیگه از پیامبران بود که فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام، برادران یوسف علیه السلام، به دعای او توسل جستند. و همچنین کوتا رد بر شبهات بعضی از معاندین و بعضی از کسانی که اهل بدعتن اشاره شد. اجازه دهید که با هم دیگر وقفه از اتاق فرمان بگیریم. انشاءالله بعد از وقفه در مورد این توسل، یعنی توسل به دعای شخص صالح و دعای پیامبر و دعای پیامبری از دیدگاه احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم اثبات بکنیم. انشاءالله که بعد از وقفه این موضوع را به خدمت عزیزان بیان خواهم کرد. خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن اینما ما رو تعلیم میده، قرآن رو به ما میاموزه، همچنین در مورد فضیلت کرد، یعنی چیزی جواب نداد، بار دوم هم اعراض کرد، بار سوم رسال حق، گامی در راستای بیداری. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. آیا برای مؤمنان آن زمان نرسیده که دلهایشان برای یاد الله و آنچه از حق نازل شده نرم شود و مانند کسانی نباشند که پیشتر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طولانی گذشت و دلهایشان سخت گشت و بسیاری از آنان فاسق و بدکار بودند؟ با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله بینندگان عزیز، بحث ما در این برنامه در مورد بحث توسل هست و بحث توسل مشروع که یکی از انواع آن را بیان می کردیم قبل از میان برنامه، که در مورد توسل به دعای شخص صالح بود. آیاتی را در این مورد اشاره کردیم. حالا اجازه دهید که احادیثی از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را نیز به خدمت شما بینندگان عزیز بیان بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی می‌فرمایند وقتی شما از آن را شنیدید، آن چی را که مؤذن می‌گوید آن را بگویید، آن چی که مؤذن می‌گوید آن را تکرار کنید.
خب این بحث فقهی هست، به این موضوع ما نمی پردازیم که چیگونه بگوید و به کجا چیزها را تغییر بدهد، این موضوعی است که به بحث ما ربطی ندارد. اما بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که ثم صلوا علیه، بر من پیامبر درود بفرستید. بعد از آن پیامبر علیه صلی الله می فرمایند من صلا علیه صلاتن صلی الله علیه بها عشرا، هر کس که بر من یک درود بفرستد الله سبحانه و تعالی برای او 10 درود و 10 رحمت را به او نازل می کند و فرو می فرستد. بعد پیامبر علیه صلی الله می فرمایند ثم بعد از آن صلی الله علی الوسیله، شما از الله تعالی برای من وسیله را تقاضا کنید. وسیله در اینجا مراد همان مقام و درجه محمود است که الله سبحانه و تعالی به پیامبر علیه صلی الله وعده داده. پیامبر علیه السلام می فرمایند فإنها منزلتون فی الجنه، این وسیله منزله و درجه در جنت هست که لا تنبغی الا لعبد من عباد الله، برای هیچ شخص مناسب نیست مگر برای بنده ای از بندگان خداوند جل جلاله، برای بنده ای از بندگان خدا. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند و ارجو ان اکون انا هو، ما امیدوار هستم که همون شخصی که به این مقام وسیله که بالاترین مقام هست میرسه همون شخص ما باشم. بعد پیامبر می فرمایند فمن سأل لی الوسیله حلت له الشفاعه، هر کس که از الله جل جلاله برای من وسیله را تقاضا بکند، مقام محمود را برای من تقاضا بکند، این درجه را برای من تقاضا بکند، شفاعت من برای او حلال می شود، شفاعت من برای او لازم می شود، شفاعت من به او فرود می آید. حالا بحثی که ما در اینجا داریم و چیزی که می خواهیم از اینجا استنباط بکنیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که شما برای من دعا کنید، برای من از الله سبحانه و تعالی همان مقام را تقاضا کنید، همان مقام را تقاضا بکنید. پس این بحث ماست در مورد خواستن از الله سبحانه و تعالی به دعای دیگران که اشکالی در این مورد نیست. یا شخصی برای شخص دیگر میگوید برای من دعا بکن، در این مورد اشکالی وارد نیست و این نوع توسل به دعای شخص هست، به دعای شخص دیگر است. همچنان که حدیث دیگری هم وارد هست، اما این حدیثی که در مورد وسیله خواندیم همان درجه، این حدیث در صحیح مسلم آمده، حدیث شماره 384. حدیث دیگری در صحیح بخاری هست از انس ابن مالک رضی الله عنه که روایت میکنه، میگه در زمان حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه امیر مؤمنان در زمان خلافتشان قحطی شد، خشک سالی شد. این حدیث را هم توجه کنید، چون از این حدیث هم اهل بدعت بسیار استدلال بیجا میکنن، استدلال بیمورد میکنن، که حالا ما این را به صورت واضح، به صورت بسیار آشکار به خدمت بینندگان بیان میکنیم که مراد از این حدیث و مراد از این روایت چی هست. بله، حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه میگوید که در زمان عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه قحطی شد، خشک سالی شد. بعد از آن میفرماید حضرت عمر رضی الله عنه به عباس ابن عبدالمطلب کاکای پیامبر صلی الله علیه و سلم توسل جست. چگونه توسل جست؟ آیا به شخص و به ذات حضرت عباس رضی الله عنه توسل جست، یا اینکه به دعای حضرت عباس، به دعای حضرت عباس رضی الله تعالی عنه توسل جست، که انشاءالله این موضوع را بیان میکنه. بعد حضرت عمر رضی الله عنه چی گفت؟ گفت که اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، ای الله ما به دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم توسل می جستیم. توجه کنید عزیزان، کنا نتوسل، ما توسل می جستیم، توسل می نمودیم، گذشته هست، ما توسل می جستیم برای پیامبر صلی الله علیه و سلم، وسیله می جستیم با دعای پیامبر علیه صلی الله و سلم. ما در روایات فراوان داریم، روزی پیامبر علیه السلام روی منبر هستند، شخص عربی میه میگه ای رسول خدا، ما خوش سالی ما را فرا گرفته، ای رسول خدا دعا کنید که الله سبحانه و تعالی برای ما باران بده. پیامبر علیه السلام روی منبر هستند، دعا میکنن ای الله بر ما باران بده، ای الله بر ما باران بده.
صحابه میفرماین هنوز از مسجد بیرون نشدیم، ابرها آمد و باران کرد و باران کرد و باران کرد. جمعه بعد همین شخص یا شخص دیگری برخاست که فی رسول خدا همه چیز نابود شد، دعا کنید که الله سبحانه و تعالی بر ما رحم بکنه. این باران خیلی زیاد شد. پیامبر علیه السلام دعا کردن، بعد باران استاد شد و ابرها رفت. این دعا، این وسیله و توسل به دعای پیامبر علیه السلام بوده. بله، حضرت عمر میگه ان کنا نتوسل بنبیک، بنبینا ای الله سبحانه و تعالی، ما به دعای پیامبرت بر تو توسل میکردیم، وسیله میجستیم و تقرب میجستیم برای تو به دعای پیامبرت که ای پیامبر بر ما دعا بکن. فتسقینا، ای الله تو بر ما باران دادی، تو ما را سیراب کردی، الله سبحانه و تعالی ما را از خوشسالی نجات دادی. و انا نتوسل الیک، الان پیامبر تو در میان ما نیست، انا نتوسل الیک ای الله سبحانه و تعالی، ما حالا توسل میکنیم به تو، به عم نبینا، به کاکای پیامبرت عباس رضی الله تعالی عنه. فسقنا، ای الله ما را باران بده. فیسقون، پس باران داده شدن اینها وقتی که این دعا را کردن و توسل به دعای حضرت عباس کردن. حضرت عباس دعا میکنن، آنها آمین میگن. حضرت عباس دعا میکنن، آنها آمین میگن و به دعای حضرت عباس رضی الله عنه توسل میجویند برای این که خوشسالی برطرف بشه. حالا بحث کجا هست؟ اهل بدعت از این روایت چنین استنباط کردن که گویا اگر ما به پیامبر علیه الصلاه و السلام حالا هم توسل بجوییم و برویم به نزد قبر پیامبر و از پیامبر صلی الله علیه و سلم تقاضا بکنیم که در پیشگاه الله ما را دعا کنن، اشکال نداره. میگن چون حضرت عمر رضی الله عنه دعا کرده و توسل جسته. عزیزان، برای اهل بدعت میگویم و شما هم بگویید که شما مواظب باشید اولا که هر گردی گردو نیست، هر گردی گردو نیست، این را توجه داشته باشید. هر جایی که لفظ توسل آمد، همان توسل شرکی و بدعی شما نیست، باید توجه به این موضوع داشته باشید. این حدیث کاملا واضح است. حضرت عمر رضی الله عنه میگه که قبل از این که پیامبر علیه السلام زنده بودن، یعنی پیامبر علیه السلام قبل از این که فوت بکنن و از دنیا برن و زنده بودن، ما می اومدیم از پیامبر علیه السلام طلب دعا میکردیم که ای پیامبر برای ما دعا کن، خدا به ما باران بده، طبق که در روایت اشاره کردن به این موضوع. تو ای الله به ما باران میدادی، حالا از با کاکای پیامبرت توسل میکنیم، میخواهیم که کاکای پیامبرت برای ما دعا بکنه تا اینکه تو ای الله برای ما باران بدی. این چه مشکلی داره؟ اولا حضرت عباس رضی الله عنه زنده بود و به دعای او توسل جستن، نه به ذات او. ثانیا سوال از اهل بدعت، ای اهل بدعت از شما سوالی دارم، سوالم را جواب بدهید. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگتر هستند یا عباس؟ اگر بگویید عباس کافر هستید، اگر بگویید رسول الله که حتما میگویید، پس بگذارید از شما سؤالی بپرسم. چرا حضرت عمر در نزد قبر پیامبر نرفت، از پیامبر توسل نکرد اگر توسل جایز است؟ چرا به عباس توسل کرد؟ مقام رسول الله بلندتر از مقام عباس هست. عباس مقام یافته توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم، بدون رسول الله عباس مقام نداشت، کاکای پیامبر است. حالا بحث اینجاست، رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگترن، ولی حضرت عمر رضی الله عنه نمیره نزد قبر پیامبر بگه ای رسول خدا دعا کن که خداوند با ما باران بده. نه، میرود دست کاکای پیامبر را میگیرد، میگوید که قبلا پیامبر زنده بودند، به ایشان توسل میکردیم، حالا چون عباس زنده هست، ای الله ما به کاکای پیامبر توسل میجوییم و از تو میخواهیم ای الله سبحانه و تعالی که دعای کاکای پیامبر را بپذیر و در حق ما و برای ما باران بدی. یعنی خیلی واضح هست. باور کنید گاه گاهی که از زبان اهل بدعت استناد به این روایت را میشنوم، واقعا تعجب میکنم به عقل این انسان ها. آیا اینها عقل دارند؟ آیا اینها فکر دارند؟ آیا اینها عالم گفته می شوند؟ آیا اینها دانشمند گفته می شوند؟ نه به خدا، اینها عقل اینها و فکر اینها توسط شیطان مسخ شده، نمی دانند چی می گویند. دلیلی می گویند بر رد خود. این حدیث رد بسیار قوی هست بر کسانی که معتقدند که به مردگان می شود توسل جست، می شود به دعای مردگان توسل جست.
یعنی بزرگترین دلیلی می شود بر رد آنها. ولی این را می آورند برای کوبیدن اهل سنت، برای کوبیدن اهل سنت و اهل توحید. بله، این حدیث در صحیح بخاری آمده، در دو جای صحیح بخاری، در حدیث 1010 و همچنین در حدیث 3710. حدیث دیگری هم در این مورد هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند در مورد اینکه انسان به دعای برادر مسلمانش توسل بجویه و اینکه از او بخواهد که در حق او دعا بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند دعوت المرء المسلم لاخیه بظهر القیب مستجابتون. دعای برادر مسلمان در حق برادر مسلمان که او در حالت غیاب هست، جلو رویش نیش، حالا پشت سرش هست، برای برادر مسلمان خود دعا می کند، رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید مستجابتون، این دعا اجابت شده است، این دعا اجابت میشه، این دعا قبول میشه. برادر مسلمانت اصلا خبر نداره، تو پشت سرش دعا می کنی، تو از الله سبحانه و تعالی می خواهی که در حق او خداوند رحم بکنه، از او میخوایی که مثلا در حق او میخوایی که الله تبارک و تعالی او را مغفرت بکنه و و و و به همین ترتیب دعا میکنی برای او. این را رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید مستجاب هست. عزیزان بیننده، بنده هم از شما تقاضا میکنم که در حق من دعا کنید که الله سبحانه و تعالی مرا ببخشد و الله تبارک و تعالی مرا هدایت بکند. همه مسلمان ها از مسلمانان دیگر بخواهند که در حق اونها دعا بکنند، ان شاء الله که مستجاب خواهد شد، طبق که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما میفرمایند. حتی پیامبر علیه السلام میفرمایند مسلمانی که در حق مسلمان دعا میکند، بالای سر او فرشته وجود دارد، بالای سر او ملک وجود دارد. وقتی انسان میگوید ای الله فلانی را ببخش، مثلا میگوید فلانی را ببخش، این شخص چی میگوید؟ فرشته و ملک چی میگوید؟ میگوید که الله تعالی او را هم ببخشد، تو را هم ببخشد. هر چی که تو برای مسلمان دعا کنی، اون ملک برای تو میگوید، باز ملک همان دعا را برای تو میکند. این حدیث در بر روایت صحیح آمده. این حدیثی که قبلا به خدمت عزیزان بیان کردم، دعوت المرء المسلم لاخیه بظهر القیب مستجابتون، این حدیث در صحیح مسلم آمده، حدیث شماره 2733. خب بینندگان عزیز، در این قسمت از خدمت شما عزیزان رخصت میشم. بحث توسل مشروع را در اینجا تمام میکنیم. انشاءالله در برنامه بعد میپردازیم به بحث توسل نامشروع و توسلی که از دیدگاه شرع رد هست. همه شما را به الله تعالی میسپارم تا برنامه دیگر. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. Thank you.